سلام دوستان گرامی فردین نوری هستم یک تن از مشاورین در امور مهاجرین و پناهندگان در آلمان امروز خواستم از طریق این ویدیو و تعدادی از سوالات شما ایزان در رابطه با پاسپورت خاکستری آلمان پاسخ ارائه کنم بله دوستان عزیز حال میپردازیم به سوال اول شما دوستان در سوال اول یکی از جمله دوستان پرسیدند که من قبولی ممنوعیت اخراج دارم می توانم پاسپورت خاکستری را بگیرم؟ در پاسخ به سوال شما دوست سایز باید گفت که بله در صورتی که از افغانستان باشید در شرایط فعلی افغانستان که برای افغان ها در سفارت و کنسولگری های افغانستان در آلمان پاسپورت جدید افغانستان صادر نمی شود امکان ها وجود دارد البته که اکثرا اداره های ادبای خارجی یا اصلن بیخورده ها در آلمان علاوه بر فرم درخواستی پاسپورت خاکستری و مدارک مورد نیاز دیگر به آن از شما در مورد دلیل بدست آوردن پاسپورت خاکستری نیز میپرسند که شما به چی دلیل میخواهید پاسپورت خاکستری داشته باشید یعنی آیا میخواهید به منظور یک سفر ضروری به خارج از آلمان آن را داشته باشید و یا خیر برای معلومات بیشتر در مورد پاسپورت خاکستری در آلمان مدارک مورد نیاز برای دادن درخواست برای آن در اداره ادبای خارجی سفر با آن و کشورهای دیگر و غیره من یک ویدیو جداگانه تهیه کرده و در همین کانال یوتیوبم هم نشر کردم که من لینک این ویدیو را در پایین همین ویدیو در بخش توضیحات برای شما ایزان میگذارم که در صورت علاقه مندی می توانید روی این لینک فشار داده و آن را تماشا کنید در سوال دوم یکی از جمله دوستان دیگر ما پرسیدند که هزینه پاسپورت خاکستری چند است باید برای به دست آوردن این پاسپورت چند یورو به صلیب‌سر خورده بدهم در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که فیس و یا هزینه پاسپورت خاکستری آلمان که اکثرا یک سال اعتبار دارد به طور مثال برای دارنده قبولی ممنوعیت اخراج در آلمان که سنش 24 و یا بالاتر از 24 سال باشد در شرایط فیلی در اکثر اداره های ادبای خارجی در آلمان 100 یورو می باشد و برای فردی که سنش از 24 سال پایین تر باشد در شرایط فیلی در اکثر اداره های ادبای خارجی در آلمان 60 یورو می باشد. ولی برای دارنده قبولی حفاظت فرعی در آلمان که سنش 24 و یا بالاتر از 24 سال باشد در شرایط فعلی در اکثر اداره های ادبای خارجی در آلمان هزینه پاسپورت خاکستری 97 یورو می باشد. و برای فردی که سنش از 24 سال پایین تر باشد در شرایط فعلی در اکثر اداره های ادبای خارجی در آلمان هزینه هان 38 یورو می باشد. در سوال سوم یکی از جمله دوستان دیگر ما پرسیدند که من پاسپورت خاکستری گرفتم. اعتبارش یک ساله است و اولین بار بابت این پاسپورت 100 یورو پرداخت کردم. آیا وقتی اعتبارش تمام بشه برای تمدید دوباره باید پول پرداخت کنم یا رایگان است؟ سوال دوم اعتبارش بعد از یک سال بیشتر میشه یا امان یک ساله باقی میماند. که یکی از دوستان دیگر ما این سوالشان پاسخ داده گفته که باز هم پول میگره. تمدید نمیشه یک پاسپورت دیگه میدهد که از پاسخ دهی دوست عزیز ما تشکری میکنیم و با پاسخ دوست عزیز ما من هم موافقم وقتی که شما به پاسپورت خاکستری در اداره ادبای خارجی مربوطه تان دوباره درخواست می دهید برای تان پاسپورت جدید داده می شود و از شما دوباره برای پاسپورت جدید پول گرفته می شود. مدت اعتبار پاسپورت خاکستری شما اکثرا مرتبط به مدت اعتبار کارت اقامتتان بوده و همان یک سال می باشد. ولی ممکن کارت اقامت شما اعتبار بیشتر داشته باشد و پاسپورت خاکستری شما نیز برای مدت بیشتری برای شما صادر گردد. و برعکس آن هم امکان دارد که نظر به مدت اعتبار پاسپورت شما برای همان مدت کارت اقامت به شما داده می شود. در کل می توان گفت که اداره بای خارجی صلاحیت این را دارد که برای شما یک پاسپورت خاکستری بدهد که مدت اعتبارش بیشتر از یک سال باشد. ولی اکثرا برای همان یک سال این نوع پاسپورت برای افراد صادر می گردد. در سوال چهارم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که آیا بدون پاسپورت می توانیم هوایی سفر کنیم؟ در پاسخ به سوال شما دوست باید گفت که به خارج از آلمان متاسفانه نخیر. اگر سفر شما زمینی باشد یا هوایی در صورتی که شما بعد از قبولیتان تنها کارت اقامت را داشته باشید متاسفانه اجازه سفر به خارج از آلمان را ندارید. شما باید برای سفر به خارج از آلمان با کارت اقامتتان پاسپورت نیز داشته باشید. ولی در صورتی که شما تابعیت و یا شهروندی آلمان و اوسفایس آلمانی گرفته باشید با آن بدون پاسپورت آلمانی نیز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا هوایی و زمینی سفر کرده می در سوال پنجم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که آیا تذکره مهر وزارت خارجه داشته باشد یا نداشته باشد فرقی دارد و دوم کسی که قبولی پاسپورت و آیده کارت سیاسی یونان را داشته باشد می شود با همو هویت خود را ثابت کرد یا خیر باید تذکره کشور هم داشته باشد لطفا میشه جواب بدید در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که در قسمت تثبیت هویت فکر نکنم که تاییدی وزارت خارجه افغانستان ضروری باشد چون پناهندگان در آلمان اکثرا در حالت اضطراری که جانشان در افغانستان در خطر بوده افغانستان را ترک گفتند و طبعا در آن حالت نتوانستند که تایدی وزارت خارجه را به دست بیاورند ولی در قسمت تثبیت هویت شما با قبولی سیاسی و آیدی کارت یونان باید گفت که با این آیدی کارت امکان تثبیت هویت شما وجود ندارد تثبیت هویت یا با تذکره و پاسپورت کشور اصلی و یا تنها با تذکره کشور اصلی و بعض اوقات در صورت عدم موجودیت تذکره و پاسپورت کشور اصلی و ناممکن بودن بدست دست آوردن آنها امکان تثبیت هویت با کدام مدرک رسمی دیگری که از دولت کشور خود به دست آورده باشد که جزئیات در مورد هویتش در آن ذکر شده باشد نیز وجود دارد در سوال ششم یکی از دوستان دیگر ما که من برای ازدواج در اداره ازدواج آلمان تمام اسنادها را تکمیل کردم و اسناد ازدواج از, از, از کنسولگری افغانستان گرفتم و جز پاسپورت و به جای آن یک بیشاید پاسپورت گرفتم و حالا باید چیکار کنم تا بتوانم پاسپورت خاکستری بگیرم برای ازدواج در اداره ازدواج در پاسخ به سوال شما دو باید گفت که به نظر من تثبیت هویت در اداره ازدواج با پاسپورت خاکستری آلمان فکر نکنم که امکان داشته باشد شما در مورد می توانید یک بار از اداره ثبت ازدواج بپرسید اگر اداره ثبت ازدواج برای شما به طور نوشتاری یک تاییدی بدهد که امکان آن وجود دارد شما این تاییدی را با تاییدیه کنسولگری افغانستان به اداره ادبای خارجی یعنی اوسلندی بیهورده برده و فرم درخواست پاسپورت خاکستری را نیز خانه پوری کرده و به این اداره تسلیم نماید این فرم به آلمانی به نام انتخک آف غیز آوس فی یاد می شود. ولی اگر اداره ثبت ازدواج برای شما به طور زبانی بگوید که امکان آن وجود دارد ولی برای شما به طور نوشتاری کدام تاییدی ندهد شما خود می با مدارکی که برای شما همین اکنون یادآور شدم یک نامه به اداره اتباع خارجی در مورد دلیل داشتن پاسپورت خاکستری که همانا نکای شما در اداره ثبت ازدواج در آلمان می باشد نوشته و برایشان این نامه را یک جا با مدارک دیگر تسلیم نمایید و یا بفرستید در سوال هفتم یکی از جمله دوستان دیگر ما پرسیدند که ما در هیران هستیم پدرم تذکره قدیمی داره و بقیه کارت شناسایی داریم پاسپورت نداریم و انگامی که میخواهم درخواست پناهندگی به هر کجا بدم پاسپورت لازم است حال باید چی کنم میشه کمک کنین؟ در پاسخ به سوال شما دوست باید گفت که متاسفانه در قسمت گرفتن پاسپورت افغانستان و یا کدام پاسپورت دیگر در کشور ایران معلومات ندارم شما می توانید از سفارت افغانستان در ایران و یا افغانهای ساکن در ایران در مورد بپرسید و اگر دوستان بیننده در مورد معلومات دارند می توانند در پایین همین ویدیو تجربه خود را بنویسند تا این دوست عزیز ما از تجربهشان مستفید شود و در سوال هشتم یکی از جمله دوستان دیگر ما به زبان آلمانی پرسیدند که ایشاب کین افغانشن پاس weil der zurzeit nicht ausgestellt werden kann. Die Ausländerbehörde Stuttgart hat den Antrag auf vorläufigen Reisepass abgelehnt. Was soll ich denn tun? Sie sollen den Antrag auf Reiseausweis für Ausländer stellen. Den Antrag können Sie bei der Ausländerbehörde bekommen. Oder Sie können diesen Antrag auf deren Webseite finden. Sie sollen außerdem eine gute Begründung dafür haben, wieso Sie diesen Reiseausweis haben möchten. Zum Beispiel ist ein Mitglied Ihrer Familie im Ausland schwer erkrankt, den Sie besuchen möchten, oder findet Ihre Hochzeit oder Verlobungsfeier im Ausland statt und so weiter. Diese Begründung müssen Sie mit dem ausgefüllten Antrag zusammen an die Ausländerbehörde abgeben bzw. per Post oder per E-Mail schicken. بله دوستان گرامی سپاس از این که تا اکنون مرا همراهی کردید برای دانستن همچون موضوعات جالب دیگر در رابطه به مهاجرت و پناهندگی در آلمان حقوق و وجایب مهاجرین و پناهندگان در آلمان و فراگیری زبان آلمانی و غیره می این کانال خودتان را سبسکرایب و دنبال کنید و اگر سوالی و یا نظری در مورد موضوع امروزی داشته باشید می توانید آن را در پایین همین ویدیو با من شریک سازید وقت خوشی داشته باشید